سلام عرض میکنم خدمت آذر ماجدی. در این بخش برنامه با شما هستیم در رابطه با از قیام تا انقلاب چه باید کرد. ابتدا میخواستم به شما سلام عرض بکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم، روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. سپاسگزارم. خب همینطور که در جریان هستیم، ما شاهد اعتراضات وسیعی بودیم در ابتدا که گفته شد اعتراضات سراسری، و از حد اعتراضات رفت بالا و تبدیل به یک قیام مردمی شد که الان در جریان هستش، در بخش‌های مختلف جامعه می‌بینیم. به نظر شما نقش جنبش رهایی زن و جنبش‌های طبقه کارگر در اعتراضاتی که در جریان هستش تا کنون چه بود؟ این چیزی که ما الان شاهدش هستیم یه جنبش اعتراضی انقلابیه. این جنبشی هست برای سرنگونی. این جنبش فقط نیامده تو خیابون تقاضای دو تا اصلاح بکنه و با این اصلاحات بره تو خونه، اومده این رژیم رو بندازه. یه جنبش سرنگونی طلبانه است و یک جنبش انقلابیه. یه جنبشیه که این پتانسیل و ظرفیت رو داره که تا انقلاب اجتماعی حتی به جلو بره. بستگی به شرایط، روشن رهبری و غیر و ذالک داره. ما کمونیسم کارگری منصور حکمت از نزدیک 30 سال پیش تحلیل هایی که ارائه داده از جامعه ایران و جنبش سیاسی اجتماعی که تو جامعه ایران هست، به نظر من هنوز کاملا صدق میکنه. روشن مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری و رژیمی که اون رو داره نمایندگی میکنه تو ایران، جمهوری اسلامی، یک اساس این مبارزه طبقاتی هست که تو جامعه در جریان، علیه استثمار، علیه فقر، برای رفاه، برای برابری، برای زندگی بهتر. و بعد شما جنبش های اجتماعی سیاسی هم دارید تو جامعه. از اون ابتدا این جنبش ها شکل گرفت. جنبش آزادی زن از روز اول شکل گرفت. ما خودم شخصا بارها راجع به این صحبت کردم. از همون روز اولی که ما هنوز تو شرایط انقلابی بودیم، علیه رژیم سلطنت، علیه رژیم استثمار و سرکوب و کشتار و سانسور قبلی، وقتی که مسئله آلترناتیو اسلامی مطرح شد، یه ترسی توی جامعه در میون آزادی خواه اومد، ولی ادهی فکر کردن که به نظر من ساده لوحانه و خوشباورانه فکر کردن که نمیشه باش مقابله کرد، هیچی نیست. این جمله که حالا اینا بره، شاه بره، بقیهش درست میشه رو شما الان هم ممکنه هنوز توی خیابونها یا دوربرتون بشنوید، ولی اون چیزی هست که ما حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم، باید نسبت بهش هوشیار بود. منتها وقتی که اسلامیا اومدن، وقتی خمینی فرمان حجاب رو داد، روز اتفاقا 8 مارس بود. یه جالب اینجاست که 8 مارس یعنی جنبش آزادی خواهی کمونیستی و چپ که برای آزادی و برابری زن و مرد شکل گرفته، تبدیل شد به روز تقابل جمهوری اسلامی با جامعه. ما فعالین چپ که برای آزادی زن مبارزه میکردیم، خودم اونجا بودم، داشتیم 8 مارس رو سازمان میدادیم، داشتیم جلسات متنوعی رو که رو برای 8 مارس سازمان یافته بود و جلو میبردیم. در این روز دقیقا وقتی که جمهوری اسلامی دید که 8 مارس داره میاد تو خیابون، دید که چپا فعال شدن دارن برای حقوق زن مبارزه میکنن، 6 صبح خمینی از رادیو فرمانش پخش شد که زنها باید حجاب سرشون کنن تو ادارات دولتی، و همین زنها ریختن تو خیابون. جرقه ای شد برای اعتراض توده ای وسیع. زنها اومدن تو خیابون، شعارهایی که داده شد از طرف حزب الله، سنگ بهشون زدن، برف بهشون پروندن، تمام اون چیزی که ما 40 ساله به شکل حتی وحشیانه ترش داریم میبینیم، نطفه تو اون روز 8 مارس دیدیم، و این آغاز جنبش آزادی زن بود. اولین طعم تلخ شکست رو این جنبش به جمهوری اسلامی چشوند. یک هفته اومد، تظاهرات کرد، تحصن کرد، میتینگ تشکیل داد، کوتاه نیامد. بالاخره جمهوری اسلامی که اون موقع زورش نمیرسید، اون موقع توازن قوا به ضررش بود، عقب نشست، پس گرفت.
یه سال و نیم طول کشید تا دوباره زمان بنی صدر حمله کرد و بعد یه مدتی طول کشید، باز مقاومت ها بود، تلاش ها بود، ما میتینگامونو داشتیم، تلاشامونو داشتیم، تا اینکه 30 خرداد 60 اومد و با اون کودتای خونین و کشتار جنبش آزادی زن رفت عقب و رفت زیر زمین به یه معنا. در نتیجه جنبش آزادی زن از اون ابتدا یک بخش مهم جنبش های سیاسی اجتماعی جامعه بوده و بعد جنبش دیگهی که منصور حکمت بهش اشاره کرد جنبش خلاصی فرهنگی بود، جنبشی که جوان ها اومده بودن و حاضر نبودن بپذیرن فرامین اسلام رو، حجاب رو، تمام اون بند و بست ها و میخواستن، میگفت جوان های ایران هم میخواد مثل جوان های مدرن دنیا زندگی کنن، مسئله ضد مذهبی گرایی و غیره. این جنبش ها کماکان ادامه پیدا کردن و الان ما میبینیم اینا همشون با هم توی خیابونن و این اون چیزی هست که این جنبشی رو که داره شکل میگیره اون جنبه انقلابی و رادیکالش رو برجسته کرده و اون جنبشی هست که همه دنیا بهش چشم دوخته. بله سپاسگزارم. در واقع ما میبینیم که زنان هستن که خیلی به خوبی اشاره کردین، در واقع زنان هستن که روسری سوزان دارن انجام میدن و خیلی از حتی چهره های راست، حتی فعالین مختلف بین المللی هم دارن در واقع تقدیر میکنن این مبارزات زنان رو که اتفاقا خیلی هم چپ و رادیکال هستش در شرایط کنونی. اما در ما در همین قیام اگه بگیم یا اعتراضاتی که داریم میبینیم در دل جامعه که جنبش سرنگونی در نقش داره، چون آلترناتیف های راست و چپ درش قطعا نقش دارن و مخصوصا آلترناتیف های اپوزیسیون راست باشن که هر کدوم نسبت به هم در واقع یک فرمول بندی خاص خودشون رو داشتن، یک استراتژی خاص مخصوص به خودشون رو. از همون لحظه اول که اعتراض و اعتصاب در که اعتصاب عمومی بود یک قسمت میگفتن و یک قسمتی که ما چپ ها در واقع به اعتراضات میکوبیدیم و مردم هم خب تصمیم گرفتن و پیش بردن. شما این قضیه رو چگونه ارزیابی میکنین؟ یعنی راست و چپ الان در کجا قرار گرفته؟ یکی از ویژگی های این خیزش انقلابی، من اون قیام بهش نمیگم، به نظر من قیام یه مرحله دیگه ای خواهد بود، این خیزش انقلابی که الان تو جامعه ایران ما شاهدش هستیم، یکی از ویژگی هاش اتفاقا سفارایی طبقاتیه. این خیلی جالبه. فرضاً اونایی که تو سال 57 بودن میدیدن جنبش خیلی همه با هم بود، همه علیه شاه، مرگ بر شاه شعاری بود که همه رو با هم متحد کرده بود و به همین خاطر بود که وقتی آمریکا و غرب برنامه رژیم چنجشون رو آغاز کردن، رفتن تو گوادالوپ نشستن، جنبش اسلامی و خمینی رو آوردن، یه روزه از طریق بی بی سی و نمیدونم صدای لیبرتی و غیر و زالک تبدیلش کردن به رهبر و غیر و زالک، چپ در مقابلش، یه بخش کوچکی از چپ در مقابلش ایستادیم، ولی بخش عمده چپ رفت با این پوپولیست تو چپ قوی بود و در این حال این همه با همی حضور داشت. الان جالبیش اینه که خیلی روشن این سفارایی شکل گرفته، چه تو شعارهایی که تو ایران داده میشه شکل گرفته، چه توی برخوردهای اپوزیسیون دست راستی رژیم سابقی ناسیونالیسم عظمت طلب توی خارج کشور. تو ایران خیلی سریع شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، نه شاه میخواییم نه رهبر، تو تمام این چند ساله این شعار رو ما جا جا میشنیدیم، ولی تو این یک ماهی که این جنبش شکل گرفته این شعار هی وسیع‌تر میشه، پژواکش وسیع‌تر میشه، صداش رساتر میشه و این خیلی جالبه. اینو ما کامل تو ایران داریم میشنویم. از اون طرف اپوزیسیون دست راستی که به شدت از این شعار عصبانیه، به شدت زخم خورده است، اومده تو، میاد تو خیابون و شروع کرده میگه مرگ بر چپ، مرگ بر کمونیسم، مرگ بر لنین. این نشون میده که چگونه تو جا این جنبشی که شکل گرفته چپ و راست در مقابل همه، چپ طبقه کارگر، آزادی از استثمار سرمایه‌داری، یه جامعه آزاد و برابر رو نمایندگی میکنه، رفاه برای همه رو نمایندگی میکنه، راست سرمایه‌داری، سرکوب سرمایه‌دارانه، استثمار سرمایه‌داره رو داره نمایندگی میکنه. به این معنی اینا جلو همه.
همون رژیم شاه رو نگاه کنید، اینایی که اومدن الان تو خیابون میخوان از جمهوری اسلامی برگردن به رژیم شاه با چیزایی که از جمهوری اسلامی یاد گرفتن. خیلی روشن. غرب هم خیلی روشن تو فکر رژیم چنجه. الان مدتی برنامه رژیم چنجش رو آمریکا شروع کرده. خود من شخصا بارها راجع به این حرف زدم. الان خیلی روشن شده. وقتی کمیسر اروپای واحد خانم اورسولا میاد اون سخنرانی به اصطلاح آژیتاسیونی رو میکنه در رابطه با جنبش خیزش مردم ایران و جنبش آزادی زن همین یکی دو روز پیش، و وقتی که وزارت امور خارجه آمریکا میگه ما داریم اتفاقات اوین رو از نزدیک دنبال میکنیم، وقتی نماینده های کنگره آمریکا جمهوری خواه و دموکرات با هم لایحه دارن میارن، اینها نشون میده که اینا آماده رژیم چنج داره میشن. اگه کسی یک لحظه تو ذهنش فکر کنه که بلینکن، بایدن، مکرون، خانم اورسولا خانوم اینها یه لحظه به این فکر هستن که جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن و مردم بتونن به اون خواستشون برسن و جامعه رو به دستشون بگیرن، دوچار توهم و خیلی خیلی عمیقی. شما وقتی اینا میان وسط باید نگران بشید، برای اینکه مردم ایران دارن میرن این رژیم رو بندازن. ما به این رژیم های غربی احتیاج نداریم برای اینکه رژیم رو بندازیم، چون اتفاقی که میفته اینا میان رژیم چینج میکنن، اینا میان سر اون جنبش آزادی خواهانه رو زیر خاک میکنن و بعد سعی میکنن که رژیم که خودشون میخواد که یه چیزی مثل رژیم سابق، حالا باش تاج یا بدون تاج به قول منصور حکمت، اونو میخوان دوباره احیا کنن تو ایران، برن با فرح مصاحبه کنن، رضا پهلوی رو بیارن جلو، مسیح علی نژاد بندازن جلو، کریستیان امانپور که اونجور از جمهوری اسلامی پشت جمهوری اسلامی وارسدود الان بیاد اینطوری حرف بزنه، شیرین عبادی رو بیاره علیه جمهوری اسلامی. اینا همه نقشه هایی هست که داره کشیده میشه. مسئله بر سر اینکه ما این نقشه ها رو ادامه پیدا میکنیم، در اونجا نمیتونیم متوقف کنیم، ولی باید هوشیار باشیم. ما باید هوشیار باشیم، کمونیستا باید هوشیار باشن، چپ باید هوشیار باشه، فعالین رادیکال سوسیالیست و فعالین عملی که توی جامعه ایران دارن اعتراضات رو سازمان میدن، دارن شعارها رو تعیین میکنن، باید هوشیار باشن و باید این هوشیاری رو ببریم درون جامعه، درون توده مردم، که ببینیم چی میخوان. اگر نمیخوان یه بار دیگه تلاش های ما، فداکاری های ما، قربانی هایی که میدیم دوباره بره برای یه رژیم چنج دیگه و یه رژیم دست راستی دیگه و یه 30 خرداد دیگه، باید با هوشیاری به این شرایط نگاه کنیم. مبارزمون علیه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی رو با همین استقامت، با همین رادیکالیسم به جلو ببریم، در این حال در مقابل توطئه های دولت های امپریالیستی غربی، تروریسم دولتی هوشیار باشیم و بتونیم اونها رو خونسا کنیم. بله، سپاسگزارم. اما دست آخر میخوام از شما بپرسم که در شرایط کنونی جهت تحقق یک انقلاب کارگری کمونیستی که در واقع آرمان ماست به عنوان جنبش فعالین جنبش کمونیسم کارگری، خب چه باید کرد؟ در همین الان خب روشنه این افق هنوز فاصله داریم ازش، دوره و راستشو بخواید اینطوری نیست که خیلی هم آسونه، خیلی هم سخته، خیلی هم پیچیده است. هیچ کسی همچین توهمی نداره که ما میتونیم به راحتی یه انقلاب اجتماعی سازمان بدیم. اونطور مسئله بر سر اینه که اگر جامعه ای رو بخواید از نظر آرمان، از نظر خواست، از نظر تمایلات قلبی اگر بگم در نظر بگیریم که برای این شرایط آماده است، ایرانه. شما تمام این جنبش های اعتراضی رو که اینور اونور تو دنیا شکل میگیره، یا حتی مثلا اون چیزی که به بهار عربی معروف شد رو نگاه بکنید، اصلا اینقدر توازن طبقات، اینقدر مبارزه طبقاتی اینقدر روشن و صریح نبود، شعارها اینقدر روشن نبود، اینقدر آگاهی وجود نداشت، اینقدر در مقابل هم سفارایی نکرده بودن. از این نظر این جنبش بسیار جلوست، از این نظر جامعه ایران بسیار جلوست، اما از نظر تحزب و سازمانیابی ضعیفه و این یک مسئله اساسیه. مسئله اساسیه برای این که احزاب کمونیستی موجود اون نقش رو ندارن تو جامعه ایران متاسفانه. امیدوارم پیدا کنن، امیدوارم بتونیم بریم به اون سمت با نزدیک شدن بیشتر این احزاب به هم، با تلاش همگانی تر با هم،
بتونیم بریم جلو و اون نقش رو پیدا کنیم. انقلاب اجتماعی یه انقلابی هست که با استراتژی روشن، افق روشن و رهبری کمونیستی میتونه شکل بگیره. شما یه انقلاب اجتماعی خود به خودی نمیتونید داشته باشید. این خیلی روشنه. و به این خاطر شما احتیاج دارید به یه سازمانیابی قوی با استراتژی روشن، با افق روشن، با برنامه روشن که میتونه این انقلاب رو رهبری کنه. برای این باید اونو ساخت. الان تو اون مرحله هستیم. منتها کاری که میشه کرد تو جامعه ایران الان باید مجامع عمومی رو سازمان داد. ما جنبش مجامع عمومی رو بیش از هر وقت بهش نیاز داریم. مجامع عمومی توی محلات، مجامع عمومی تو کارخونه ها، مجامع عمومی تو مدارس، مجامع عمومی تو دانشگاه ها. ما باید این مجامع عمومی رو تشکیل بدیم، باید بیاریم همه رو سعی کنیم توش دخیل کنیم، توش فعال کنیم، بینمون اتحاد و همبستگی ایجاد کنیم، همفکری و همنظری ایجاد کنیم، با هم تصمیم بگیریم. مجامع عمومی ابزاری هست برای قدرتیابی شهروندا، برای قدرتیابی طبقه کارگر، برای قدرتیابی رادیکالیسم. و اون وقت از دل این مجامع عمومی ما بتونیم شوراها رو بسازیم. ما آلترناتیو حکومتیمون برای جمهوری اسلامی شوراهاست. ما میخوایم حکومت شوراها رو بیاریم سر کار. شوراها یعنی آزادی و اگه بخواید لغت دموکراسی که خیلی واقعا دیگه همه فهمیدن بی ربطی شو به آزادی، حتی اگه بخواید اون رو استفاده کنیم، دموکراسی واقعی توده. ما شوراها رو نیاز داریم. بحث مجلس مؤسسان و فلان اینا همه رو باید گذاشت کنار. ما باید شوراهامون رو بسازیم و حکومت شوراها رو بیاریم. انقلاب اجتماعی اونجا از دل اون میتونه شکل بگیره، به شرط اینکه ما بتونیم کمونیسم رو، کمونیسم کارگری رو متحزب بکنیم تو جامعه ایران. و به این خاطر ما احتیاج به نزدیکی فشرده‌تر داریم بین نیروهای کمونیسم کارگری. نیروهای کمونیسم کارگری باید با هم نزدیکتر و فشرده‌تر کار کنن. باید گذشته رو به کناری بذارن. باید بتونن از گذشته عبور کنن و با هم نزدیکتر کار کنن. این الان یک مسئله کلیدی و مهم و واقعیه. و این رو من واقعا میخوام از تمام نیروهای کمونیسم کارگری، چه اونایی که سازمان دارن و حزب دارن، چه اونایی که الان جمعای کوچکتر یا فردی دارن کار میکنن، ما باید با هم نزدیک بشیم. باید با هم نزدیک بشیم. دوره خطیره، دوره حساسه و باید بریم به اون سمت که بتونیم این تعصب رو درون جامعه ایران بسازیم. به غیر از این متاسفانه باید منتظر شکست باشیم. اوضاع بسیار خطیره، بسیار خطیره. به نظر من اتفاقی که تو زندان اوین افتاد دیشب یه بار دیگه به ما نشون داد که این جمهوری اسلامی جمهوری کشتار دست بر نمیداره. به غرب و دولت‌های غربی هم قطعا نه تنها نباید امید بست، باید مواظبشون بود، باید حواسمون بهشون باشه که نیان موش بدونن، نیان توطئه کنن، نیان جنبش ما رو سرکوب کنن به نوع دیگه. درش فقط خودمونی، سازمانیابی خودمونه که خلاصه کنم، مجامع عمومی و شوراها و از اون طرف نیروهای کمونیستی و کمونیست کارگری که باید با هم نزدیکتر، همصداتر، همدستتر بتونن برن جلو و این تعصب و سازماندهی رو درون جامعه ایران شکل بدن. خب آذر ماجدی، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه خودتون گذاشتید. خیلی متشکرم. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش و به امید پیروزی جنبش انقلابی مردم. سپاسگزارم.